سلام و عرض ادب. قطعا این برنامه‌ای که شاهدش خواهید بود خالی از اشکال نیست، اما پر از احساس، احساسی مبنی بر این که هر آن چیزی که اتفاق میفته حال شما رو به لبخند ببره. تمام عوامل این برنامه با قلبشون همراه بودن. تمام اندیشه ما این بود که بتونیم این روزهای سخت کنار مردم باشیم. فقط یک خواهش، لطفاً در حین دیدن این برنامه به فکر خیلی ها باشید، به فکر کادر درمانی که روزای سخت و طاقت فرسایی رو میگذرونه و به فکر همه مردم ایران، همه اونایی که داغدار عزیزانی هستند که با دست بیرحم کرونا از دنیا رفتن و همه اونایی که درگیر این بیماری هن، اونایی که تو بیمارستانن، اونایی که تو خونه هن. به هر حال اگر قرار اتفاقی در این تصویر باشه، بزرگترینش انتقال احساس از سمت ما به قلب شماست. امیدوارم در کنار عزیزانتون، در کنار اونایی که دوستشون دارید، لحظات خوشی رو با این برنامه بگذرونید. من رضا صادقی شما رو دعوت میکنم به دومین برنامه آرس شو. چند تا نامه جا گذاشتم واسه تو، چیز خاصی که نداشتم واسه تو، توی این سینه پر از حرف، ولی خیلی معذرت کم گذاشتم واسه تو، روی زخمای دلم نمک زدم، من دیگه شکستن و خوب بلدم، به همه میگم که تو خوبی، ولی خیلی معذرت اگه خیلی بدم. Heard they talking shit about I, who will win and why. I'm alive, just took one to revive. Keep that vibe when we show up and collide. Me and the guys move just like the FOI. In the hills, but still keep them ghetto ties. Was talking Frenchies, but she thinking Ocean Prime. No, she keep an open mouth and open mind. I don't open up a door, she open mine. I need less stress and I need more thighs, yeah. We on a jet quest, mobbing with the drive, yes. In the headrest, 125, yes. Ain't seen the best yet, open up your eyes, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, that's the countdown. زخمه تکراری، یه عاشق بیماری، میگفتی نترس دیگه تا منو داری، یه خوابی تو بیداری، یه حس خدازاری، رفیقی و نارفیق مثل سیگاری. من اون دل وابستم که رفتی و نشکستم، ولی رو خودم همه درا رو بستم، ندادی از دستم، نباشی بازم هستم، گلایه ندارم، من فقط خستم عاشقیه یه نفره، یعنی خوابت نمیبره،
یعنی جون تو بدی براش ولی بذاره بره. عاشقی یه طرفه یعنی دل با تنهایی طرفه، یعنی خوب بدونی که زندگیت دیگه بی هدفه. قدیما توی چشمات حس دیوونگی نداری، بد شدی تنها نمیگی اما خالی شدی از بیقراری، غرق دردی ساکت و سردی، با دوتامون چی کار کردی؟ من همونم عشق پاکت، منتظر میمونم برگردی برگردی. عاشقی یه نفره یعنی خوابت نمیبره، یعنی جون تو بدی براش بره. عاشقی یه طرفه یعنی دل با تنهایی طرفه، یعنی خوب بدونی که زندگیت دیگه بی هدفه. اینجا جاییه که به دنیا اومدم، رشد کردم، کنار مردم های بسیار بسیار اهل دل، عاشق، صبور و از همه مهمتر همراه. توی همین خونه بزرگ شدم، تو همین خونه با همه صفاش، محله شیر اول، جایی که من باور کردم میتونم خیلی اتفاقات تو زندگی برای خودم حداقل پیش بیارم، جایی که حتی فوتبال بازی کردم، جایی که بهم یاد دادن میشه حتی از دورترین نقطه این سرزمین رسید به قلب مردمش. و خونه بی بی که همیشه جاش خالی خواهد بود، بی بی که بهم یاد داد عشق چجوری میتونه قدرتمند باشه. مدیون این محلم، مدیون این کوچه هام، مدیون تمام آدماشم و مدیون شهرم بندرعباس. افتخار میکنم به مردمم که صبور و قدرتمند مثل همیشه استوارن. من با افتخار یک جنوبیم. سلام رفقا، حال دلتون خوش؟ طبق قول و قرارمون اینجاییم تا به سه نفر از شما عزیزانی که در سری دوم مسابقه کامنشن شرکت کردید از طرف سایت رسپینا24.ir هدایه رو تقدیم حضورتون کنیم. اومدیم که برنده های مسابقه شماره دو کامنشن رو اعلام کنیم از پست امورضا صادقی. خانم ساناز آندرلاین 12715، آندرلاین تابان آندرلاین محسن.m2017. رفقایی که اسامیتون به عنوان برنده اعلام شد خیلی مبارکتون باشه. امیدوارم باز هم با سری جدید مسابقه کامنشن حضور پررنگ و همدلی شما عزیزان رو کنار خودمون داشته باشیم. حال دلتون همیشه خوش. خدا نگهدار.
شکمش، پشت ترافیک موندنش، به خاطر تو دوست دارم تهران و با شلوغیاش، دلتنگی خیابوناش، تنهایی تو کافه‌هاش، به خاطر تو دوست دارم تهران و با تو دوست دارم، به جون تو تهران و یک روز نمیخوام بدون تو، من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو، تهران و با تو دوست دارم، به جون تو تهران و یک روز نمیخوام، من بدون تو، من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو. خاطر ساختی دیگه بارونو میدونم، بین ما چیا گذشته این خیابونا میدونم، تک تک پیاده رو ما رو با هم دیده بودن، نیمکتای توی این شهر حرفای ما رو شنیدم، تهران و با تو دوست دارم، به جون تو تهران و یک روز نمیخوام، من بدون تو، من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو، تهران و با تو دوست دارم، به جون تو تهران و یک روز نمیخوام، بدون تو، من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو. سال از زندگیم گذشته، حد فاصله 40 تا 50 سالگی هم، شغلم زندگیم همه چیم بازیگریه، مثل آهنگ صدای قلبمی، خیلی دلتنگم بذار گوشت کنم، انرژی چون برای خودم بخش اعظمی از زندگیم خلاصه شده در این انرژیه، احساس میکنم که توی این دنیایی که خیلی زود داره تموم میشه، سرعت تموم شدن همه چیز افسانه‌ای بالاست، انرژی گرمام آن چیزی که ساطع میشه از اخلاق یک آدم ماندگارش میکنه و طبعا همون باعث میشه من جذب کسی بشم و ببینمش. هیچ کسی تو دلم جا نشد، اسمت اومد دلم تنگ شد،
هم فکر میکنن که من به دلیل نقشای حالا خاکستری و منفی که بازی کردم تصورشون اینه که من آدم خشن و اخمالو و جدی هستم. بخش اعظمش واقعیت داره، تو کارم آدم جدی هم، برام مهمه وقتی دارم کار میکنم سر صحنه هستم، مقوله کار کردن برام جدیه، ولی اینکه آدم عبوسی باشم به معنای آدم عصبانی نه، نیستم. چاکر مردم هم هستم، گردنم هم از مو هم باریکتر. از اون سوالای چالشیه ها، من همپای بازیگری موسیقی رو خیلی همراهش اومدم. اصولا موسیقی برام همپای بازیگری بزرگ شده، بالا اومده و سعی کردم توش تمام تلاشم رو بکنم که بتونم یک جایگاهی داشته باشم برای دل خودم، برای حال خودم. تفریح غیر مجازم اصولا نشستن تو ماشین صدای موزیک رو زیاد کردن و در جاده خلوت رفتنه. این که میگم سرعت زیاد، مثلا اونجا باید 120 برم، یه ذره خلاف کرده خطی میکنم، متوجه سعی میکنم یه جایی باشم که خیلی آسیب و آزاری به کسی نرسه. دارم ازت جز یه دلتنگی و یه صدا چه جذاب. بهش فکر نکردم که کی بازی کنه. بازیگرش مهم نیست، مهم اینه که بازیگری بلد باشه و بتونه آن چیزی رو که در درون من اتفاق میفته، در درون مغزم اتفاق میفته و چیزی رو که بهش اعتقاد داشتم و الان نیستم در این زندگی و این دنیا، اون آدم بتونه به نحوه احسن اجراش بکنه. گریه کردم دلم با نشد گل. خیلی من از خرمشهر و بندرعباس و جنوب شروع کردم، از شهرستان تو دوره شروع کردم کارم رو، که خیلی بعید بود یک آدمی بتونه برسه به نقطه‌ای که حالا مردمش بهش این اجازه رو بدن نگاش کنن، دوستش داشته باشن و براش پول خرج کنن، بیان بلیط بخرن، کاراشو ببینن، سریالاشو دنبال بکنن یا برنامه‌های تلویزیونیشو ببینن. تا همین جاش برای من گل فوق‌العاده است، پر از هدیه است و بسیار دوست داشتنیه. اما طبعاً هیچ آدمی راضی نمیشه به جایگاهی که توش هست. همیشه تو ولع بزرگتر شدن، بیشتر دیده شدن رو داری. این من این جایی که خیابون رو خیلی دوست دارم به دلیل اینکه تهران رو از این زاویه میبینم. میترسم از تاریک روشنها، از قبل و بعد گریه زنها، از زندگی با هم ولی تنها، از مدرق تارا آخنها، از شوق غمگین رسیدنها، از دوستت دارم شنیدنها، از هرچه با من هست میترسم. تلاشم نتیجه که داده خدا رو 100,000 مرتبه شکر، لطف خدا بوده، حمایت خانواده‌ام و عشقی که مردم بهم دادن. این به معنای غرور و کبر نیست که گل راضیم، خدا رو شکر، ولی همچنان دست از تلاش کردن نکشیدم. تا آخرین لحظه که نفس دارم، توی هر راهی که احساس بکنم میتونم با مخاطب ارتباط برقرار بکنم و حرفم رو بهش بزنم و او دوست داشته باشه، این تلاش رو خواهم کرد. از پا نمیشیدم. هرچه با من هست میترسم، میترسم من به دلیل فروردینی بودنم خیلی آدم احساسیم، برعکس صورت محکمی که دارم و آدم رو فکر ببرن که این صورت کمتر احتمال داره اشکش در بیاد، کمتر احتمال داره دلش بشکنه. بسیار بسیار زیاد احساساتیم. یک شوخی یه ذره از حدود و سغورش خارج باشه، حتی از صمیمیترین رفیقم به این بر میخوره، تو دلم میشکنه و تو دلم میمونه. این اعتراف صادقانه یه که میکنم. کرده بودم آن خیابان را، هر باب روی بام تهران را، بغض کنار صدق خندان را، قرب قرار چای و غریان را، آن موی نیرحم پریشان را، آن موی نیرحم پریشان را. من میروم، من میروم پیدا کنم.
آره بابا همین الان رسیدم. خیلی هم ترافیک بود، راه هم طولانی بود. یه الان رسیدم دیگه. باشه قربونت برم. من کارم تموم شد بهت زنگ میزنم. باشه خدافظ. یه چی بگم؟ آقای روزا همه از قطعی برق مینالن. ولی به نظر من خیلی هم خوبه و باعث حال خوبم میشه. حالا چطوری؟ بهتون میگم. شما فکر کن قبل از اینکه برقو بره گوشیتو کامل شارژ کرده باشی. اون حس خفن و پیروزی رو کجا میخوای تجربه کنی؟ کجای دنیا میتونی دستاتو مشت کنی و با استایل علی آقا دایی بعد از شادی گل بپری بالا؟ یا اصلا گلاب بروتون کی وقتی از دستشویی در میومدی بجز اون حال خوبی که به صورت دیفالت روی در اومدن از دستشویی نسبه، یه حال خوش مضاعفی بهتون مستولی میشد که این بار هم بدون استفاده از شمع تمامی مراحل رو طی کردی؟ حالا اصلا فرض بگیریم که وقتی اون توی برقا هم میره و شما یه بار دیگه هم از ترس، خب اصلا همین باعث تنظیم سیستم گوارشت میشه. ما خودمون توی خانوادهمون از وقتی که برقا میره بیشتر دور هم جمع میشیم و بیشتر از کنار هم بودن لذت میبریم. شاید باورتون نشه ولی نرخ زاد و ولدم توی خانوادهمون رفته بالا. دندون درد بابام هم خوب شده. یه مرغم داشتیم تخم نمیذاشت. از وقتی که برقا میره اونم تخم میذاره. تویی که اعتراض داری، تویی که ناراحتی، تویی که منتقد قطعی برقی، کفی دن. نه این واسه واکسن بود. به هر حال نقنقای علکی و قرقرای علکی و اعتراضای علکی و هیجانات علکی رو کنار بذارید و توی این تاریکی، توی این بیبرقی از کنار هم بودن لذت ببرید، حتی به غلط. یه لحظه جانم بابا، این همه راه بیام آشغال بذارم دم در؟ بابا من که گفتم تو این ترافیک اومدم. باشه آقا کار دارم. باشه الان میام. باشه اوکی باشه. راستی من محمد خاکبازم، دوباره برمیگردم. دورتون نره. اومدم جانم. واسه تو میزنه هر شب، واسه تو مینویسه. شاید توی یه دنیای دیگه اومدم و موندم پیشه دیگه واسه همیشه. دستایی که لمسش برام این جنونه، نمیدونی چقدر دوست دارم دیوونه، هیچکی نفهمید چمونه. یادم میمونه دلت میخواست اما نشد با من بمونه، با هم پریدن حسرت هر جفتمونه، تو با من چی کار کردی دیوونه. تو بگذره صد سال اما عشقت نره از یاد، همیشه گیشه دردم. شاید هیچکی نتونه بفهمه چرا همیشه نگه داشتمت تو قلبم. یادم میمونه دستایی که لمسش برام عین جنونه، نمیدونی چقدر دوست دارم دیوونه، هیچکی نفهمی چمونه. یادم میمونه
میخواستم ما نشد با من بمونه، با هم پریدن حسرت هر جفتمونه، آخه تو با من چی کار کردی دیوونه. لازم نیست آدمای عجیب غریبی باشیم که از عهده کارهای بزرگ بر بیایم. کافیه یکم متفاوت به زندگی نگاه کنیم. رویاهامون متفاوت باشه، تلاشمون متفاوت باشه. نگاهمون به خودمون، به چیزی که می‌خوایم باشیم یکم متفاوت باشه. به نظر من بهترین راه برای اینکه به هدفمون با قدرت برسیم اینه که مدام به این فکر نکنیم چه کسی یا چه اتفاقایی مانع زندگیمون می‌شدن و میشن. برای رسیدن به رویاها فقط باید رفت با قدرت، با سرعت و البته با عشق. میشه پرواز کرد حتی با موتور. همین. شادی رو تو چی میبینی؟ تو فیس و صورت اطرافیانم و عزیزانم وقتی که لبخند میزن و لبخند اونا برای من کافی هست. معنای شادی رو واسه من به تمام معنا اوکی میکنم. اگر قوله چراغ جادو داشته باشی اولین آرزویی که میکنی چیه؟ آرزو میکنم که تمام آرزوام برآورده شه. پس خواب بیدار شی ببینین جنسیتت عوض شده، تو اون یه روز چی کار میکنی؟ من فکر میکنم که تو اون تایمی که جنسیتم تغییر کرده، حداقل خانمایی که اطرافم هستن، بانوانی که تو اطراف خودم مثل مادرم، خواهرم، اطرافیان، به هر کدومشون یکی شاخه گل هدیه میدم و ازشون تشکر میکنم بابت بودنشون، بابت تلاشاشون که تلاشای چندین برابر باید داشته باشن نسبت به آقایون، بابت تمام اینا ازشون تشکر میکنم و فکر میکنم این برای یک زن خیلی کافی باشه. قبل از اینکه موتور سوار باشی چه شغلایی رو امتحان کردی؟ هم سخت هم آسون، ولی از هر کدومش یه سری دستاورد داشتم که خیلی به درد زندگیم خورده. کارهای آرایشگری کردم، کارواشدار بودم، 2 سال کارواشدار بودم، نظارت CNG انجام دادم و الانم که آموزش موتور انجام میدم. یه روزی دختر دار بشی به دخترت آموزش میدی موتور سواری رو؟ اگه دوست داشته باشه حتما. من برای آرزوهای فرزندان آیندم واقعا تلاش میکنم، یعنی در کنارشون میرم جلو که اونا حداقل به آرزوهاشون برسن. تو الان زندگیت گل بودی یا پوچ؟ من از پوچی‌های زیادی گذشتم و الان در جایگاهی که هستم الان گله. حالا دستگیر شدی؟ بله، اتفاقا یه خاطره کوچیکی هم دارم که یادم میاد اولین باری که من مأمور جلو منو نگه داشت و من ایستادم، اول که تعجب کرد که خانم هستم وقتی کلو کاسکتو درآوردم. مدارکم رو دید، حالا یه سری مدارکی که بین‌المللی داریم و اینا رو دید، ولی خب جواب کافی نیست مدارک ما برای اینکه تردد داشته باشیم توی شهر. اتفاقا برخورد خوبی با هم کردن و حتی عکس هم گرفتن با هم، تشویقم هم کردن، ولی گفتن که تو خیابون موتور سوار نشم و من قبول کردم و برخوردشون خیلی با من خوب بود. شده بری جلو آینه و به خودت حرف بزنی؟ تقریبا هر روز، بستگی به حال اون روز من داره. اگر روز خوبی شروع کرده باشم جلو آینه شکرگزاری میکنم به خاطر تک تک سلولهای بدنم، به خاطر تک تک روزایی که گذروندم و الان اینجا هستم. جلو آینه وای میستم و با حس خوب شکرگزاری میکنم. روزی هم که حالم اوکی نباشه میرم جلو آینه و به خودم میگم تو شکست ناپذیری. این یه جمله‌ای هست که من خیلی با خودم تکرار میکنم. چجوری میشه شما رو عصبانی کرد؟ بیشتر این چیزی که منو عصبی میکنه دروغ گفتنه. ریاکشنی نشون نمیدم، ولی خب درون خودم خیلی به هم میریزم. تو مشکلات زندگی کیو مقصر میدونی؟ هیچ کسی مقصر مشکلات زندگی آدم نیستش. من فقط و فقط 0 تا 100 خودم مقصر میدونم. اگه جایی کمی و کاستی داشتم فقط و فقط خودم مقصر میدونم. دوست داری کیو ترک موتورت سوار کنی؟ ترک سوار کردن خیلی کار خطرناک و سختیه، حتی اگر خیلی حرفه‌ای باشی، ولی من خیلی دوستم مامانم رو سوار کنم، چون جزو کسایی بود که با موتور سواری من مخالف بود. الان اوکی هستن ولی قبلا مخالف بودن، ولی دوست دارم یک بار این تجربه رو داشته باشه، سوار شه و هیجانش رو تجربه کنه. پس از همینجا از مامان مهدیه جان بخوایم که حتما این کار انجام بدن، مهدیه به آرزوش برسه. اگر باک موتورت نامحدود باشه دوست داری تا کجا بری؟ زمانم نامحدود میشه؟ فکر کنیم زمانم نامحدود. خیلی دوست دارم به گذشته برگردم.
با همون موتورم به گذشته برگردم و یه سری چیزها رو جبران کنم، یه سری پیشرفت ها، یه سری اتفاقات رو زودتر رقم بزنم. دنیای دخترانگی چه رنگیه؟ رنگی رنگی فکر میکنم خیلی رنگ زرد لیمویی ارجعیت داره، ولی رنگی رنگ دنیای من. توصیه‌ای داری برای دخترای جوونی که آرزوهای زیادی تو زندگیشون داره؟ اگر خداوند آرزوی تو قلب شما گذاشته، شما رو لایق اون آرزو دونسته، پس برای آرزوهاتون تلاش کنید، 100% بهشون میرسید. ممنون که وقتتو در اختیارمون گذاشتید. قربونتون برم. حرفای مهدی جان رو شنیدین، به همین سادگی، به همین قشنگی، به همین دخترانگی زیبایی که داشت، باز هم جسارت داشت و به آرزوش رسید. توی کشور ما پر هستن از ستاره هایی که مثل مهدی جون هستن. قطعا به سراغ تک تکتون میایم، منتظر ما باشید. خیلی عشقید بانو جان، دوستتون دارم. خدا نگهدار. من عاشقت شدم، ببین دوست دارم، همین، کسی نمیاد دیگه مثل تو روی زمین. من عاشقت شدم، چه زود دست خودم نبود، هر کاری کرده بودم واسه عشق تو بود. مثل دیوونگیه، اسمش زندگی، خوبه کنار خودت. اونی که آسون دل منو برده، عشقم نگاه توه. مثل دیوونگیه، اسمش زندگی، خوبه کنار خودت. اونی که آسون دل منو برده، عشقم نگاه توه.
منم همین الان رسیدم. آره خیلی ترافیک بود مامان جان. الان اومدم تو این کرونایی چی بگم والا. به هر حال شما ماسک تو بزن، پنجره ها رو باز بزن، منم سری میام. آره قربونت، مرسی، خدافظ. جیب ندارم که. یه چی بگم؟ ای بمیری تو اون سمیه با هم. سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ این نه. مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری سمیه؟ اینم نه. این خود خوده این. آخه شطور مرد؟ اگه سمیه میخواست تو رو آدم حساب کنه که میکرد. تو چرا مثل چنگیز خان مغول افتادی به جون در و دیوارای تاریخی زبون بسته؟ سوادم نداری خیلی سرت. سمیه رو اینطوری مینویسم. دعا کن نبینه. چون اگر ببینه نه تنها عاشقت نمیشه که یه چوب میاد میکنه تو بستنیت که نوشه جان کن. حالا این عاشق و جاهل تو رو کجای دلم بذارم حضرت کرگدن که با این سن دو سالت هم خجالت نمیکشی. آخه بوزکوهی هم نمیره روی سردیس وایس دست به کمر. با باجناق رفتی اونجا چه گلی بگیری سرت؟ 4 سنگ و ستونی که نتونستن ببرن و ناموسن دیگه شما نریزین توش. یه چند تا تپه سلامت خوشبو هم برای نسل ما بذاری خیلی ممنون میشم. مرسی. حالا اینا رو ولش کن، بذار یه چیز بگم تک دلتو ببرم. کیه؟ جانم مامان، عزیزم من سرزبت ها؟ میخوام منو ببینم؟ چرا مامان من سرزبتم، چرا میخوان منو ببینم؟ یه لحظه یه لحظه دستی، من همون دین دختم ها برمیگردم. رفتنی بود، دستاش بی نمک بود و خالی، دنیاش عروسکای پوشالی. من راحتش کردم از این درد، دردی که رویاشو فلج کرد. من کشتم اون مره صاف و ساده، یه دل روشنه، اونی که دم از عشق میزنه، اون که قلبمو خون کرد. من کشتم اون کسی که تناسمش دل واپسی از خودی و از
چی باید گفت به زمان اینه که هر وقت آسریخ واسه ما یه بارم جفشیش نیومد؟ آخرت گیر و گره دلمون یه نگاش بود و دلقشه ما بعد اون نگاه. اون وقتا کوچه ها بوی عشق میداد که رقیب توش کارش به سرشکستن میرسید. همون عشق نداشتم خواب از شش آدم میپرم، اونقدی که همه خیال میکردن فلانی جن به کولش نشسته. تو همه اون خطونشون کشیدنهای روزگار، دنیا واسه هر تاسی که به دل ما خوش ننداخت یکیش از بد بدتر بازنده عالمم کرد. روزی که دلم هر ریخت وقتی اون صداش لرزید تا بگه خاطرمو میخواد، هم پا میاد. همون آدمی که منو به همه نشون میداد، واسه دوباره دیدنمون کلی نذر میکرد، کفترها رو آب و دون میداد، همونی که یه بار صاف تو چشام نگاه کرد گفت حواست به من باشه، دلش دیگه یه عاشق یه لقبا با حال بارون نمیخواست، همینو رفت. از اون بعد اتفاقا دنیا جفشیش خیلی واسه ما آورد، ولی دیگه مهم نبود. عیدی رو روز عید بدن با حاله، یه ما بعدش دیگه میشه منت. حالا فقط یه چیزی مونده، این آخرها همش رو احساس میکنم یه بار سنگین رو دوشمه. دیگه بعد این همم جونی واسه نمونده. فقط میخواستم بگم ببین منو، این روزا به چشم عاشقی حواست به من باشه.